سلام دوستان، در خدمت شما هستم با یه جلسه دیگه از آموزش فیگما. این جلسه میخوایم در مورد پروتوتایپینگ در فیگما با هم یه کمی صحبت کنیم. البته پروتوتایپینگ به طور کامل در دوره یو آی یو ایکس آموزش داده میشه، اینجا فقط صرفا ابزار پروتوتایپ رو میخوایم بشناسیم. من میام اینجا یه دونه فریم ایجاد میکنم، یه فریم اینجا ایجاد میکنم و یه رنگی براش در نظر میگیرم، مثلا قرمز. از همین فریم یه دونه فریم دیگه داپلیکیت میکنم، یه کنترل دی میزنم، یکی دیگه هم داپلیکیت میشه. این دومی رو رنگش رو میکنم مثلا آبی، این سومی رو رنگش رو میکنم سبز. میخوام از ابزار پروتوتایپ استفاده کنم. اینجا در کنار دیزاین ابزار پروتوتایپ رو میبینید، میتونید روش کلیک کنید، واردش بشید و اینجا میتونید پروتوتایپ هاتون رو انجام بدید. وقتی وارد محیط پروتوتایپ میشید، اینجا خب مثلا دیوایس رو میاد اعلام میکنه که آقا چه دیوایسی میخوای، مثلا برای چه دیوایسیه میخوای پروتوتایپ کنی. یا لمه دیوایس خودش اینجا داره، گوشی موبایل داره، نمیدونم واچ داره، پروتوتایپینگ برای مثلا انواع اقسام گوشی های موبایل، تی وی، اینا رو داره دیگه، برای پرزنتیشن داره. مثلا شما میتونید بیاید آیفون 14 رو انتخابش کنید و میبینید که اینجا آیفون 14 میاد براتون قرار میگیره حالا، و میتونید مثلا رنگ بک‌گراندش این دورش رو، رنگ قابش رو تغییر بدید. اینجا رنگ‌های مختلف گوشی رو میتونید انتخاب بکنید. اینجا ببینید میتونید بک‌گراندش رو، رنگش رو تغییر بدید، بک‌گراندی که این پشت هست. خب من سفیدش کنم و میتونید لندسکیپش کنید اینجا و کلی امکانات دیگه‌ای که برای پروتوتایپ کردن وجود داره. من نمیخوام از این آیفون 14 استفاده کنم، کاری با این آیفون 14 ندارم. میخوام این فریم هایی که اینجا داریم رو یه حالت پروتوتایپی بهش بدیم، ببینیم که چجوری استفاده میتونیم بکنیم. وقتی روی پروتوتایپ هستی، تو محیط پروتوتایپ هستی، روی هر کدوم از فریم هاتون که میایید میبینید که هر سمتی که میرید، به سمت این زل میایید، یه دونه دایره اینجا هستش که روی هاورش یه علامت مثبت بهتون نشون میده. اینور همینطور، اینور همینطور، اینور همینطور. میتونید روی این دایره کلیک کنید، بکشیدش، بیارید وصلش کنید به اون یکی چیزی که، اون یکی فریمی که میخواهید این دوتا با هم یه ارتباطی داشته باشن. میبینید که اینجا یه حالا صفحه‌ای باز میشه و اینجا هم یه سری امکانات وجود داره. مثلا میتونید برای این فلوتون بیاد اسم بذارید، من میذارم مثلا تست اسمشو. خب اینجا میبینید که اسمش تست شد و الان میتونید مثلا یه کارایی انجام بدید. بعد یه سری اینتراکشن دارید، اینتراکشناتون رو میتونید اینجا اضافه کنید، میتونید اعمالشون کنید. روی اسکرولتون میتونید در واقع رفتار اسکرول رو اینجا تعیین کنید و کلی امکانات دیگه. فعلا ما می‌خوایم در مورد این فلشی که اینجا کشیدیم صحبت کنیم. این فلشی که کشیدیم به ما داره میگه که آقا از این فریم 1 چجوری برم فریم 2 و چه اتفاقی قراره بیفته. میتونید بیاید اینجا پریویو رو روشن کنید و میبینید که توی گوشی آیفون الان اومده، آیفون 14 پریویو رو داره به ما نمایش میده. شما میتونید چیزهای دیگه انتخاب کنید، اینجا میتونید برای محصولات مختلفی این کار انجام بدید. ما چون آیفون 14 رو انتخاب کردیم، الان پریویومون توی آیفون 14 داره اتفاق میفته. خب جهت فلش کدوم بره؟ به سمت فریم 2 رفته. الان از فریم 1 میخوایم بریم به فریم 2، چه اتفاقی قرار بیفته؟ این بالا بهمون میگه، میگه آن تپ این، روی کلیک این، الان روی کلیک این فریم 2 برامون میادش. خب میتونید اینجا رفرشش بکنید، نگاه کنید روی کلیکش فریم 2 برامون میاد نمایش داده میشه. اینجا یه عالمه امکانات دیگه هم هست، مثلا آن درگش، میتونید درگ کنید. حالا اینجا با درگ کردن میبینید که فریم 2 برامون میاد نمایش داده میشه. یا میتونید مثلا برید روی هاورینگش انجام بدید، وایل هاورینگ، روی هاورینگش انجام میشه. حالا نمیدونم اینجا نگاه کنید رفرش نشده بود. روی هاور کردن این میبینید که از فریم 1 میریم به سمت فریم 2. باز میتونید بیاید اینجا مثلا وایل پرسینگ رو انتخاب کنید، اینو رفرشش کنید، پرس که میکنید میره روی فریم 2 و این انتقال داره انجام میشه. حالا این گیم پد و کارش نداریم، مثلا با موس اینتر میتونید، با موس لید میتونید. موس اینتر یعنی که زمانی که موس وارد میشه، خب، و موس لید یعنی زمانی که موس خارج میشه. حالا این الان رفتش بیرون، دیدی؟ یه بار دیگه رفرشش کنیم، موس اومده تو، میره بیرون، خارج میشه، داره این انتقاله انجام میشه. بعد تاچ داون یعنی که بیاید اینجا روش کلیک کنید. خب زمانی که موستون رو روش کلیک کردید، هنوز ول نکردید، میشه تاچ داون. و از اون طرف تاچ آب زمانی که میاید کلیک میکنید موز رو ول میکنید، همون کیدان و کیاپ جاوا اسکریپت دیگه، همون ایونت های کیاپ و کیدان جاوا اسکریپت. میتونید اینجا دیلی هم بدید، بگید بعد از یه دیلی این اتفاق بیفته، که میبینید یه دیلی رخ میده و این اتفاق اینجا میفته. حالا میتونید اینجا دیلیتون رو مدیریت کنید، مثلا اینجا نوشته 800 میلی ثانیه، من میگم مثلا 1200 میلی ثانیه. خب رفرش میکنم، 1.2 ثانیه طول میکشه تا این در واقع انتقاله انجام بشه. برش میگردونم روی آن تپ،
و ریفرش میکنم زمانی که اینجا کلیک میکنید تغییری رخ بده. این پایین یه سری امکانات دیگه وجود داره، مثلا حالت انتقالتون از فریم 1 به فریم 2 چجوری باشه. حالت نویگیت رو میخواید انتخاب کنید، نویگیت 2 داشته باشید که الان نویگیت 2 بود دیگه، اگر کلیک کنیم اینجوری نویگیت میکنه روش. یه زمانی هست شما میخواید حالت بک رو داشته باشید، میگید از این فریم مثلا 1 برگرد برو به فریم 3. حالا اینجا یه فریم 3 هم داشتیم دیگه، میخوام برگردم برم به فریم 3، ریفرش میکنم، روی اینکه کلیک میکنم حالت بک اتفاق میفته. اون بکی که میزنید روی گوشی های مثلا اندروید دارید یه دونه فلش، اون اتفاق میفته. بعد امکانات دیگه ای وجود داره، میگه به فریم 1 برم یا فریم 2، اینجا میتونید انتخاب کنید به کدوم فریم بره. بعد حالت انتقال رو هم میتونید اینجا انتخاب کنید. خب مثلا اینتنت ریفرش میکنیم میبینید که یه جا عوض شد. مثلا حالت انتقالی که دارید مثلا دیسولف، میاد اینجا ریفرش میکنید یه حالت خاصی برمیگرده به این شکل. و اینجا میتونید ایزاوت هم براش انتخاب کنید دیگه، ایز بک انتخاب کنید، جنتل انتخاب کنید. مثلا جنتل رو انتخاب کنیم 800 میلی ثانیه، ریفرش کنیم، کلیک میکنیم ببینید چه جوری میشه. حالا 800 میلی ثانیه رو مثلا میکنیمش 1500 میلی ثانیه. خب اینو ریفرش میکنیم و ببینید چه جوری انجام میشه. خب یه حالت خاصی به خودش میگیره و انجام میشه. باز امکانات دیگه ای وجود داره، مثلا اسکرول تو وجود داره، میتونید اسکرول تو رو بیایید نگه دارید. البته اسکرول تو مون اینجا فکر کنم قطع شد، باید اینو بگیریم بس کنیم به این و جا اسکرول تو نمیادش فریمش، نمیدونم چرا نمیاد. میتونید روی حالت اسکرول در واقع داشته باشید دیگه، روی حالت اسکرول تغییر رو اعمال کنید، دوباره فریم 1 رو به فریم 2 وصلش کنیم. و حالت های دیگه زیاده اینجا، کلی حالت وجود داره. مثلا اوپن اورلی رو دارید که میتونید انتخابش بکنید، بعد اینجا ریفرش کنید، کلیک کنید ببینید چه اتفاقی میفته. مثلا یه حالت اورلی میگیره با درک کردن، مثلا یه همچین حالتی میگیره. کلی امکانات مختلف اینجا برای پروتوتایپ کردن وجود داره که شما مثلا میتونید این فریم 2 رو بیاید وصلش کنید به فریم 3، بعد مثلا بگید که حالت نویگیت داشته باش، برو به صورت مثلا موو اوت اجراشو مثلا توی 2000 میلی ثانیه 2 ثانیه اجراشو، بعد آن تپ هم نباش، مثلا برو وایل هوورینگ این اتفاق بیفته. که ما این اگر حالا ریفرشمون هم انجام نمیشه، خب ما میایم اینجا میبینیم که آن هوورینگ داره این اتفاق میفته اینجا، و وقتی میریم بیرون برمیگرده به حالت قبلیش. برکه میگردیم یعنی میایم بیرون برمیگرده به حالت قبلیش. اینجوری میتونیم پروتوتایپ انجام بدیم. حالا ابزارهای مختلفی هم وجود داره، مثلا میتونید بیاید اینجا تی وی انتخاب کنید، خب و بیاید روی تلویزیون یه دونه پریویو بگیرید. یه پریویو که میگیرید این حالت تلویزیون رو بهتون میده و حالا طبق این چیزایی که اینجا کشیدیم میتونیم انجام بدیم. خب من اینو پاکش کنم، همین دومیه رو بیام یه حرکتی روش بزنیم که بشه انجام داد. مثلا وایل هوورینگ توی 2000 میلی ثانیه به صورت مثلا دیسولف. خب اینو رفرشش میکنیم، میایم اینجا میبینید که این تغییر اتفاق افتاد. اینجوری میتونید عمل پروتوتایپینگ رو انجامش بدید. خب بچه ها فکر میکنم برای جلسه کافی باشه. تا جلسه آینده خدا نگهدار.